در حالی که دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر با گذاشتن حکومت غزه پس از جنگ در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت کرده، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در دیدار با محمود عباس رئیس این تشکیلات در کرانه غربی ساختار یک حکومت جدید در مسیر تشکیل یک کشور فلسطینی را مورد بحث و گفتگو قرار داده. موضوعی که دیپلمات ارشد دولت بایدن تصریح کرده با موانع جدی روبروه، اما تنها راه عادی سازی گسترده تر اعراب با اسرائیل که همچنان امکان پذیره. بلینکن در این چهارمین مأموریت خود به منطقه از پس حمله 7 اکتبر شبه نظامیان حماس روز گذشته در تل آویو با مقامات ارشد اسرائیل دیدار و گفتگو داشته. بلینکن میگه صراحتاً خواسته غیر نظامیان غزه باید بتونن به محض فراهم شدن شرایط به سرزمینشون برگردن و نباید برای ترک غزه تحت فشار قرار بگیرن. وزیر خارجه آمریکا که بعد از دیداره با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به تنهایی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو شرکت کرده، افزوده که بهترین توصیه‌های واشنگتن را به اسرائیل برای رسیدن به اهداف این کشور در غزه ارائه داده. ما می‌دونیم مقابله با دشمنی که خود را میان غیرنظامیان پنهان می‌کنه یا در بیمارستان و مدارس مخفی میشه و از اونجا شلیک می‌کنه، جنگ را بسیار چالش برانگیز می‌کنه. تلفات روزانه غیرنظامیان در غزه به ویژه کودکان بسیار بالاست. اما این ضروریه که اسرائیل به اهداف بسیار مشروع خود دست پیدا کنه و اینکه اطمینان پیدا کنه که 7 اکتبر هرگز دیگر تکرار نخواهد شد. بلینکن در شرایطی که شدت عملیات نظامی اسرائیل در شمال غزه کاهش پیدا کرده، از دستیابی به توافقی با مقامات اسرائیل بر سر طرحی برای انجام یک مأموریت ارزیابی توسط سازمان ملل در این منطقه خبر داده. در همین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده در دیدار روز گذشتش با بلینکن بر افزایش فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی تاکید داشته و این اقدام رو برای جلوگیری از تنش‌های منطقه‌ای همزمان با جنگ در نوار غزه حیاتی دونسته. این همه در حالیه که خبرگزاری رویترز آورده نعیم قاسم، معاون حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در یک سخنرانی تلویزیونی روز گذشته گفته حزب الله نمیخواد جنگ رو فراتر از لبنان گسترش بده. شبه نظامیان حزب الله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، همان روز گذشته با پهپادهای انفجاری به یک پایگاه ارتش اسرائیل در مرزهای مشترک با لبنان حمله کردند. این اولین واکنش این گروه به کشته شدن چند تن از فرماندهانشان در حملات هوایی منتسب به اسرائیل در خاک لبنان طی چند روز گذشته بوده. با این همه در واشنگتن جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، شب گذشته در یک کنفرانس خبری بار دیگه بر این موضوع که در حال حاضر آمریکا از برقراری آتش بس در غزه حمایت نمی‌کنه تاکید داشته. او اضافه کرده فعلا هیچ نشانه‌ای از تغییر موضع جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در رابطه با آتش بس عمومی در غزه وجود نداره. واشنگتن آتش بس در غزه رو در شرایط حاضر به نفع تشکیلات تروریستی حماس میدونه، در این حال که همچنان از وقفه‌های بشردوستانه برای ارسال کمک‌ها به غیر نظامیان این باری که حمایت می‌کنه. بیت یوسفی، اتاق خبر.